افغانستان از جمله کشور غنی در داشتن آبدات تاریخی است و همچنان باید بگوییم که جاذبه‌های توریستی نیز در این کشور بیشتر صورت می‌گیره و گرفته است. سلام خدمت شما امیدوارم کجای هستین ساعت داشته باشین. شما را خوش آمدید میگم به یکی از برنامه‌های دیگر یادمان، برای اینکه بدانیم که ارزش‌های تاریخی چقدر بر ما مفید است و مهمیت داره. مرام را باشین. در 13 سال گذشته دولت افغانستان و جامعه جهانی بارها بر ارزش و اهمیت آبدات تاریخی و جاذبه های گردشگری کشور تاکید نموده، اما هیچگاه به صورت عملی و رسمی به آن نپرداخته است. مرمت و حفاظت از آبدات تاریخی و میراث فرهنگی و احیا و بازسازی جاذبه های گردشگری افغانستان تا کنون در اولویت رسمی و کاری دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار نگرفته است. هرچند در طول چند سال اخیر با همکاری یونسکو و شماری از کشورهای خارجی کارهای اندکی در زمینه احیا و بازسازی برخی آبدهای تاریخی و جاذبه های گردشگری در داخل کشور نیز انجام شده، اما با توجه به میزان بلند تهدیدات نابودی، ضرورت حفاظت از این داشته های فرهنگی، این کارها بسیار ناچیز می باشد. هنوز هم آبدهای تاریخی افغانستان در خطر نابودی قرار داشته. بعد چالش‌های فراروی صنعت گردشگری در افغانستان رو به فزونی می باشد. داشته‌های تاریخی کشور ضمن این که یک مسئولیت و رسالت تاریخی و فرهنگی نسل حاضر می باشد، از اهمیت زیاد اقتصادی نیز برای افغانستان برخوردار می باشد. به گفته آگاهان، در صورت حفظ و احیای جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی، سالانه 5 تا 7 میلیون دلار عاید دولت می‌گردد. از آنجایی که افغانستان از جاذبیت های توریستگری زیاد برخوردار می باشد، لذا با توسعه صنعت گردشگری در افغانستان این رقم می تواند چندین برابر افزایش یابد. بنابراین دولت باید در این زمینه توجه کرده و صنعت گردشگری را در افغانستان رشد دهد و از این طریق به اقتصاد کشور کمک نماید. آبده خودش یک نوع ساختار دارای ابعاد و حجم است که معمولا در روی زمین ساخته میشه. ما میتونیم هر ساختار و هر ساختمانی که دارای حجم و ابعاد مختلف هندسی باشه او را میتونیم آبده بگوییم. ما در واقع دو نوع آبده داریم، آبدات دوره تاریخی و آبدات دوره باستانی. آبدات تاریخی معمولا نوعی آبدات است که از قرنها به این طرف به اساس حاکمیت ها و سلسله های تاریخی و از لحاظ کرونولوژی یعنی زمان گذاری سینه به سینه برای مردم رسیده باشه، با او در روی زمین باشه که برش عنوان میتن آبدی تاریخی. و دیگه آبدات باستانی است که به وسیله تحقیقات باستانشناسی و دانشمندان و علما از زیر خاک یا از دل خاک بیرون کشیده میشه، او را میتونیم برش بگیم آبدات باستانی، یعنی آبدات باستانی که در دل زمین است و آبدات تاریخی که رابطه مستقیم با ازمنه یا زمانه ها دارد در طول تاریخ و سینه به سینه رسیده. به این خاطر مهمی است که آبدا از لحاظ ارزش تاریخی و از لحاظ ارزش باستانی در واقع هویت تاریخی ملی هر کشور و هر باشنده سرزمین تشکیل میده، به ویژه در آسیای مرکزی و از آن جمله در قلب آسیا، کشور بسیار زیبا و دوست داشتنی ما افغانستان عزیز است که دارای آبدات بسیار زیاد متعدد و مختلف داره، مربوط به دورهای قبل از اسلام و دورهای اسلامی. ما بهترین آبدات تاریخی و باستانی را در هم شمال افغانستان، هم در جنوب، هم در غرب و هم در شرق افغانستان به ملاحظه رسانده میتونیم. به این خاطر بهترین آبدی قبل از اسلام دوره یونان باختری همین شهرک های خانم است. همونطور آبدات دوره قبل از اسلام ما میتونیم سرخ کوتل که یک آبدی نیایش آتش است، نه یک آتش کده بلکه نیایش آتش با وسیله امپراتور بزرگ کوشانی کنیشکا نیکاتور، و او هم بهترین آبدی بود که از در چهار مرحله چهار پله ساخته شده و آخرین پله ازی که امو تراس چهارم سرخکوتل است، آبدی سرخکوتل است، امو محل نیایشگاه است که در ماهات دو دیوار
بسیار زخیم ساخته شده بود. همین دو مجسمه کلوسال بودایی که پیکش 55 متر و دیگهش حدودا 38 متر است، یکی از بزرگترین و عالیترین آبده های باستانی و تاریخی افغانستان در قلب افغانستان که بامیان هست وجود داشته و در حیطه خود کابلستان قدیم ما آبدات بسیار بزرگ و بسیار خوبی را می‌بینیم. مثلا بالای سار کابل یک خب ساختار دوره قبل از اسلام است. کوههایی که شیر دروازه در مجموع مربوط به دوره خب برمیگرده به دوره یفتلی ها و بعضا دانشمندانی که تحقیق میکنن میگن این دیوار بعد از دوره یفتلی ها شاید دوره شان کیدار کیداری ها ساخته شده باشند در برابر عملات عرب. اما طور ما معابد دیگه داریم، مثلا آبدات دیگه است که از دوره خب کوشانی ها و کوشانی بعدی برمانده، مثلا در تپه مرانجان شما اونجا یک ایتی بزرگی از استوپه بودایی را میبینین. استوپه خودش یک یادگار بودایی است که در او همو ولی هایی که مربوط به بودا یعنی پیشرو مذهبی هندوان قدیم بودن در اینجا دیده میشه. به این خاطر است که او را به نام استوپا میگن. آبداد دیگه ما در کنج کنار خود چیز داریم افغانستان، مثلا بگرام. بگرام که خودش ویکرام راماس یعنی جایی که به اصطلاح دی کده از خداست، دی به نام دی خدا یاد میشه در قدیم و این خودش از لحاظ ساختار آبیدوی دارای بروج برجای بسیار زخیم و با یک ساختار یا سیستم خاص یوربانیزم یونانی در اینجا وجود داشته. در ساعت قندوز که خرابه ایزی تا کنون زیر تپا و زیر آغرها باقی مانده و برمیگرده به دوره حاکمیت یونان باختری و قبل از او برمیگرده به دوره آرایه ها، یعنی قبل از اسلام ما داریم دوره اسلامی در افغانستان که البته معروفترین یابدار شما میفهمین در شهر یاد مسجد جامع هرات است که به وسیله سلطان غیاث الدین ایمار میشه. منار جام به وسیله غیاث الدین محمد بن سام ایمار میشه، 61 متر ارتفاع داره. حتی دانشمندانی که بعدن تحقیق کردن 63 متر ارتفاع از او است. اما تر اگر ما برگردیم بریم به مزار شریف و همچنان به سایه خواجه پرسا، شما اونجا یک ساختار بسیار مقبوله که تقریبا تاثیرات هنری دوره تیموری که در او طرف فرارود یعنی ماورانر در سمرقند و بخارا وجود داره و این طرف در ساحات شمال افغانستان از لحاظ امسوی امخانی با هم بسیار نزدیک هستند. آبدات غزنی اگر شما زیگ مطالعه بکنین، قصر مسعود سیام که بسیار سالیان پیش به وسیله باستانشناسان ایتالیایی افریار شد، در اونجا مدرسه و خب باشگاه خود مسعود سیام بوده. اما طور قبر سلطان محمود غزنوی و دو آبدی بسیار معروف که مینارهای سلطان ابراهیم و سلطان مسعود هستند در غزنی به مشاهده میرسه. اگر از این فراتر بریم آبدات معروف دیگه دوره اسلامی ما در لشکرگاه هست، کمان بست و چای بست از معروفترین آبدات تاریخی دوره اسلامی است که با هنرهای خاص و سبکای خاص خراسانی و در بعض جاها سبکای خاص ایندی به کار رفته. بزرگترین آبدات دوره تاریخی و باستانی ما شما در سیستان افغانستان است. سیستان پهنه بسیار بزرگ است که خب در اسنادی که به دست آمده به نام نیمروز میگن. در اینجا ما سه تیپ یا سه شوی آبدات میبینیم. آبدات دوره غزنوی است، آبدات دوره سامانی است، آبدات دوره تیموری است. معروفترین آبده از البته از دوزدولاخ است، فرزند خواجه سیاه‌پوش است، کدک است، همونطور چغانسور و سایر محلات و به ویژه فراتر از سایه چغانسور یک جایی را به نام پشواران میگن یا فیض‌آباد که از نظر تاریخی میگن آبدات مربوط به دوره یونانی است که شاید یکی از اسکندر مقدونی در امی سایه بوده باشد که بعدها خب از بین میره و تخریب خراب میشد. خوشبختانه دانشمندان از اونجا البته مطالب مواد فرعون را کشف کردن که هم رابطه میگیره به دوره قبل از اسلام، هم رابطه میگیره به دوره غزنویا و بعدها تیموریا در بلخ، همونطور در فرات. آبدات تاریخی جزی از وزارت اطلاعات فرهنگ است، ریاست حفظ و ترمیم آبدات و شهرهای تاریخی. و ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی یک بخشی از وزارت اطلاعات فرهنگ است که مشخص میپردازه به مسائل مربوط به ترمیم و حفاظت بناهای تاریخی.
همه ساله وزارت اطلاعات فرهنگ بر اساس یک پلانی که از قبل تهیه میشه آمادگی میگیره، در متناسب با بودجه‌ای که در اختیار وزارت قرار میگیره، تا تعدادی از بناهای تاریخی را در ولایات مختلف افغانستان که در اولویت قرار دارن دوباره سازی بکنه. در بخش آبدات تاریخی سروی هایی که انجام شده در حدود بیشتر از 1200 آبد تاریخی ثبت و رجستر داریم، ولی این پروسه ما ادامه داره چون که در بسیاری ساحات ما نتونستیم سروی را انجام بدیم تا ارقام دقیق داشته های فرهنگی را ثبت و رجستر بکنیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ سعی تلاش داره، مخصوصا ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ سعی تلاش داره که امی آبدات به شکل دشکالش با نظر داشت پلانا و اهمیت و ارزش تاریخی و باستانیزی حفظ بکنه، که من مطمئن هستم که با زحمت موجود کشور ما آبدات ما از گزند و از خطر و از دست برده، مخصوصا مافیای آثار باستانی و اینا در امان باشه. خود مقبره امیر عبدالرحمن خان است که از سنگ را خام ساخته شده و دو قسمت سنی که ساخت خود سنگ موجود است. رئیست میشه درباره ازی دروازه بگوید؟ اصلا دروازه ورودی خود مقبره عبدالرحمن خان از سمت جنوب است. این ساختمانی بود که یک طبقه بود، چوبپوش بود و در اینجا امیر عبدالرحمن خان مهمانای خارجی را به اصطلاح ملاقات میکرد یا از این پذیرایی میکرد در اینجا. خود ساختمان از امو زمان بود ولی در ادوار مختلف یک سلسله تغییرات آمده دهی. زمان امیر حبیب الله خان که ساختمان گنبد بالای امار میشه و کنار از او این مسجد هم امار میکنه خاطر نمازگزارا و دعا و ختم. منزل دو رو گفتین در ابتدا نبود؟ منزل دو میشه چون به اساس وصیت خود امیر عبدالرحمن خان باید میت جسمی ساختمان دفن میشه، که باز زمانی که امیر حبیب الله خان و عبدالرحمن خان اینجا دفن کرد، بعد از این باز این گنبد و این چهار اتاقی که در منزل دوم یا طبقه دوم قرار داره اینا را اعمار کرد. ارزش های نگهداری آبدات تاریخی برای یک کشور چقدر مهم است؟ تعریفی که در قانون حفظ آثار تاریخی فرهنگی آمده، آثار تاریخی عبارت از محصول کار بشر است که دارای ارزش هنری، علمی و فرهنگی داشته باشند و قدامت تاریخی بیشتر از 100 سال داشته باشه و آثاری که همی اوصاف داشته باشه و قدامتش کمتر باشه، او را هم میتونیم ما شامل فهرست میراث فرهنگی داشته باشیم یا ثبت بکنیم. چون آثار تاریخی فرهنگی بازگو کننده فرهنگ گذشته ماست و این مکلفیت و حفاظت این آثار تنها متعلق به دولت نمیشه، متعلق به مردم است و مردم در این راستا به خاطر حفاظت و غنامندی فرهنگ خود دولت باید همکاری بکنه و این آثار تاریخی فرهنگی را حفظ بکنه.